با یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت همه کار برنامه سایت تلگرام فایلز من فرشته نقزاده هستم در خدمت شما با آموزش ساخت ربات تلگرام چیزی که قبل از شروع این دوره باید بدونیم این هستش که اصلا قرار هست تو این دوره چی یاد بگیریم و چه مباحثی رو باید پشت سر بگذاریم و اونها رو یکی یکی با همدیگه و در کنار همدیگه یاد بگیریم خب به خاطر همین من اومدم و اون مطالب رو یک جا کردم تا شما بفهمید قرار هست چه چیزی یاد بگیرید و چه کاری رو میخواید انجام بدین اولین موضوع این هستش که ما میخوایم یاد بگیریم یک ربات های تلگرام رو اون هم بر اساس زبان برنامه‌نویسی PHP. یعنی شما کار کردن یا ساختن ربات ها رو با زبان PHP یاد میگیرید و موضوع مهم این هستش که این آموزش حتی به گونه آموزش داده میشه یا به گونه با هم دیگه صحبت میکنیم و یاد میگیریم که اگر زبان پی اچ پی هم بلد نباشید میتونید خیلی راحت اون رو درک کنید و حتی زبان پی اچ پی رو هم یه مقداری یاد بگیرید و اگر از زبانهای دیگه میایید و میخواید این آموزش رو ببینید که اصلا ربات تلگرام به چه شکل ساخته میشه خیلی راحت اون مفاهیم پایه رو میفهمید و مفاهیم پایه رو یاد میگیرید ببینید اینکه ما میخوایم چه کاری رو چه کاری رو انجام بدیم یا بهتر بگم شیوه تدریسمون چی هستش سرفصل ها و پیش نیاز منابعمون چی هستش فکر می بهتر هستش بریم یه نگاهی از آخر به اول بندازیم اینکه اصلا منابع آموزشی ما کلا چی هستن و میخوایم از کجا چه چیزهایی رو در پیش داشته باشیم یا چه چیزهایی رو استفاده کنیم ببینید منابع دوره ما مستندات خود API ای آی تلگرام هستش. API ای آی تلگرام یا همون رابط کاربردی برنامه‌نویسی تلگرام به ما این امکان رو میده که باش بیایم اون حساب‌های ویژمون رو ایجاد کنیم و ازشون استفاده کنیم. و مهمترین منبع دوره ما برای اینکه بتونیم از مستنداتش استفاده کنیم، برای اینکه بتونیم ساختن رابط تلگرام یاد بگیریم، برای اینکه بتونیم تلگرام رو توی دست خودمون بگیریم و هر نیازی رو که داریم بتونیم برآورده کنیم. خود صفحه رسمی مستندات روباد تلگرام هستش و اگه جایی با مشکل یا موضوعی یا ایرادی گیر کردیم خیلی راحت میتونیم تو گوگل اونها رو برطرف کنیم بعد از اون پیش هایی هستش که ما باید بگذرونیم چه پیش نیازهایی حالا تو این دوره نیاز داریم و باید چه چیزایی رو داشته باشیم پیش نیازهایی که داریم اول یه مفهوم پایه از زبان برنامه پی PHP داشته باشید حالا اگر زیاد هم بلد نیستید حداقل 4 تا ایف 4 تا else و شرط ها متغیر ها اینها رو بلد بشید مثلا از این چیز زیادی نمیخوایم تو دو این دوره چون خیلی خیلی به حالت ابتدایی ما حتی میتونیم میریم ربات هایی رو میسازیم که چتبات هستن و یه مقدار سطوح مختلفی دارن البته روش نوشتن چت بات ها رو یاد چون چت ها یه مقدار پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن و اون ربات هایی رو که حالا مد نظرمون هست رو خیلی راحت می نویسیم با این زبان و خیلی راحت باش کار می سخت نمیگیریم برای اینکه خارج بشه اون موضوع و درک کردن اینکه اصلا خود API ای آی تلگرام چیز ما می ای پی API آی تلگرام رو یاد بگیریم حالا زبان برنامه‌نویسی که داریم ازش استفاده می‌کنیم PHP هستش پس موضوع اصلی بحث ما این هستش که ما چجوری میتونیم یک ربات تلگرام بسازیم و این موزه ما بعد باید یک مقدار با دیتابیس آشنا باشید و دیتابیسی که استفاده ما اسکیل هستش یه اطلاعات پایه‌ای داشته باشید با چهار تا دستور اینسرت و سلکت و دلت و آپدیت چیز زیادی نمیخوایم فقط همین چهار تا دستور پایه‌ای هستن که اگه بلد هم نباشید خیلی راحت توی این دوره اون رو یاد میگیرید چون واقعا تک به تک در کنار رو هم دیگه اونها رو مینویسیم می و من براتون توضیح میدم و میفهمیم که چه اتفاقی میفته مهمترین نیازی که تو این دوره هست عشق داشته باشید به برنامه‌نویسیتون عشق داشته باشید برای یادگیری وقتی که روحیه یادگیری داشته باشید عشق داشته باشید برای نوشتن و برنامه‌نویسی و خلق کردن خیلی راحت‌تر میتونید پیش برید و با این دوره ارتباط برقرار کنید سرفصل های ما چی هستن ما چه سرفصل ها رو میخوایم میخوایم بگذرونیم سرفصل که میخوایم بگذرونیم بچه‌ها، ببینید اول از همه باید بهتون بگم خیلی از سرفصل که من اینجا گذاشتم شاید داخل دوره بیشتر از اینها باشه یعنی توی این دوره‌ای که می‌ذاریم خیلی بیشتر از اینها هستن ولی اینجا به خاطر اینکه شما گیج نشید خیلی زیاد. به نظرتون مشکل نیاد سخت نیاد اومدم اونها رو کم کردم توی اولین فصل ما یاد میگیریم که چطور اصلا یک حساب کاربری ویژه بسازیم یک, تل... یک ربات تلگرام داشته باشیم اصلا از کجا باید اون رو به دست بیاریم چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم که میای میگیم تو بات این کارا رو انجام میدیم این به این شکل اونها رو تنظیم می‌کنیم به این شکل بعد تمام درباره ما پیام خوش آمدگویی عکس ها رو میذاریم بعد نحوه توکن دریافت توکن و, و الگوی پیاده سازی رابط کاربری ببینید درک این که شما دارید خودتون یک ای, پی آی می نویسید یک رابط کاربردی برنامه نویسی می نویسید خیلی مهمه شما دارید این کار رو انجام میدید که من اینجا به اسم, به اسم رابط کاربری برنامه میانه گذاشتم چون بین کاربرتون و تلگرام قرار می گیرید و اینجا هستش که شما میاد مثلا از کاربر میرسه به تلگرام تلگرام میرسه به شما و بعد شما دوباره برمیگردید یعنی یاد میگیرید چطور اون تلگرام رو بیایید و مدیریت کنید بعد از اون میریم به بخش بعدی به بعد از اینکه بخش قبلی رو رد کردیم یه یعنی مورد دیگه هم که بگم تو سرفصل قبلی هست یعنی که شما یاد بگیرید چطور جیسون رو بخونید اصلا جیسون چی هستش رو این رابطه رابط کار میکنه برای ما این رو بایدتون توضیح میدم بعد اینکه بیاید ویب هوک رو سید کنید که ویب هوک نیاز داره به یک SSL و شما نیاز دارید به یک فضای ام یا یک دسترسی ام بهتون یاد میدیم چجوری این فضا رو روی هاست خودتون به صورت رایگان اون رو تنظیم کنید البته اگر توی سی پنل باشه چون داریم با سی پنل کار میکنیم ما و چطور اون رو به دست بیارید خیلی راحت و به صورت رایگان و بعد از اون اینکه چطور میتونیم داکیومنت های تلگرام رو بخونیم اصلا بفهمیم داره چی میگه باید چه کاری انجام بشه یعنی کاملا توی خود مستند تلگرام میریم و نحوه خوندن چون ببینید یکی از مهمترین مسائلی که ما داریم این هستش که چطور اصلا باید بخونیم نحوه خوندنمون چی به چه شکل هستش بعضی هستن میگن خب شما بهترین جا برای یادگیری مثلا یک موضوع مستعداد مثلا اون زبان هستش بعد فرد وارد مستعدات اون زبانش اصلا نمیفهمه چی به چی هستش کجاست بعد کلی وقت بذاره تا اونو درک کنه ولی من توی این ویدیو میام تا درک صحیح از اون داکیومنت بهتون میدم که دیگه اصلا فارغ از اینکه من بیام این آموزش رو به اتمام برسونم یا یعنی اینکه نرسونم یعنی که حتی اگر شما اون رو به راحتی درک کنید دیگه اصلا نیاز نیست سراغ آموزش های دیگه برید خیلی راحت همون مستندات رو باز میکنید نگاه میکنید و با درکی که از اون مستندات پیدا کردید میتونید راحت خودتون کد کنید و کد رو خیلی تمیز و مرتب بنویسید توی بخش بعدی ما میایم اولین رابط کاربردی برنامه‌نویسی میانه رو می‌نویسیم خب بعد مقادیر بازگشتی رو از تو جیسون میخونیم آقا مقدارهایی به ما داده میشه یک رشته ای به ما داده میشه اون تبدیلش کنیم به جیسون بعد اون جیسون رو بخونیم موضوع مهم این هستش که چطور بعد اون جیسون رو بخونیم اصلا درک اینکه انواع و اقسام یا تایپ های اون اشیا چی هستن رو بهتون میدیم که بله هر شی به چه شکل هستش باید به چه شکل خونده بشه و درون هر شکل چه در درون هر شی چه چیزی قرار داره اینها رو بهتون میگیم پس دقت کنید که حتما و حتما این بخش دوم خیلی مهم هستش برای اینکه نحوه خوندن هستش نحوه خوندن اون شیعه جیسون هستش و بعد از اینکه اونها رو خوندیم حالا یاد میگیریم چجوری متغیرها رو تنظیم کنیم برای اینکه ارسال کنیم متد هامون رو به رابط کاربری تلگرام مثلا یک متدی وجود داره ما شی ها رو یاد گرفتیم اشیا رو یاد گرفتیم تایپ ها و رو یاد گرفتیم حالا باید با متد های تلگرام سر کله بزنیم چطور میتونم من یک متدی رو بنویسم که متد مد نظر خودم توی تلگرام رو صدا بزنه و ازش استفاده کنم مثلا چه میتونم از سند مسج استفاده کنم چه میتونم یک پیام ارسال کنم برای کاربر خودم اینجا یاد میگیریم حالا چطور میتونم یک فایل ارسال کنم خیلی راحت با این آموزشی که ما میدیم که اصلا درک شما واضح میشه که مثلا یا بخوام حالا فایل رو ارسال کنم فقط کافی اون متد رو مثلا این این قسمتش رو تغییر بدم این قسمت مثلا بهش اضافه کنم بعد نحوه صحیح متد نویسی رو در اصل یاد میگیرید توی این کار و یک موضوعی هم که هستش من اطلاعات رو تمام اطلاعات پروژه رو روی گیت آپلود کردم به صورت پابلیک گذاشتم میتونید برید اونجا ببینید همینجور که داره لحظه به لحظه مثلا کار شده روش آپلود کردم اونجا گذاشتم شما حتی میتونید برید پروژه رو دستکاری کنید دست بیارید داخلش به روز رسانیش کنید اگر نظری دارید ایده ای دارید اونجا میتونید در تعامل باشیم و با هم یه صحبت کنیم و اینکه یه وقتی ممکن ممکنه یک جیسونی ارسال بشه که شما درک نمی‌کنید ساختارش رو نمیتونید پیدا کنید و باید اون ساختار رو بکشید بیرون خودتون مثلا مستندات رو هم خونید ولی درک درستی پیدا نکردید نظرش من بهتون یاد میدم چطوری اون ارسالی که انجام میده ارسالی که انجام میدید رو دوباره برگردونید بگیرید اون شیه جیسونش رو یا اون رشته ای که باید تبدیل بشه به جیسون اون رو برید بخونید و به راحتی بازش کنید همون فیلد یا همون تایپی که نیاز دارید ازش راحت دریافت کنید و بتونید ازش استفاده کنید بعد از اون ساخت صفحه کلید در که ساختار صفحه کلید این که اصلا چه جوری این ای صفحه توی تلگرام به چه شکل چه جوری میتونید ازشون استفاده کنم چه تنظیماتی دارم باید تنظیماتش رو جوری صدا بزنم تو آرایی ها باید به چه شکل قرار بگیرن اینها رو با هم دیگه کار میکنیم و بعد از اون نحوه دریافت شی ارسالی به سمت کاربره ببینید شما یک مثلا سند مسیج رو میفرستید خب شما میدونید مثلا کاربر چه پیامی رو با, با سه شما میفرسته چه آیدی داره اون پیام خب و میتونید اگر نیاز باشه اون پیام رو مثلا پاک کنید به اون پیام پاسخ بدید ریپلای کنید و این کارا ولی پیامی که خودتون ارسال میکنید کنید به تلگرام که برای کاربر بره و به دست کاربر برسه اون چی اونا میتونید بخونید من اینجا یادتون میدم که اون رو هم بگیرید یه موقع مثلا پیام رو فرستادید میخواید پیام رو ادیت کنید از اون آیدی پیام خودتون استفاده کنید میخواید پاکش کنید از اون آیدی استفاده کنید میخواد به اون دوباره اشاره بدید فوروارد کنید یا از این جور کارا خیلی راحت میتونید با یادگیری این این کارا رو انجام بدید تا حذف یک پیام رو مورد بررسی قرار میدیم بعد میرسیم به ورک‌شاپ اول ورک‌شاپ اول کارگاه اول کارگاه اول ساخت ربات پیش بینی آب و هوا خیلی ساده ما یه API ای آی دیگه داریم که وضعیت آب و هوا رو پیش بینی می‌کنه بعد میخوایم از اون API استفاده کنیم مقادیر رو بگیریم بیاریم تو API خودمون تو رابطه کاربردی خودمون بعد از اون درخواستی رو که کاربر میده کاربر میگه آقا مثلا هوای بندر عباس چقدر چند درجه است خیلی راحت ما پاسخ میدیم مثلا هوای بندر 34 درجه است 24 درجه است جا مثلا 40 درجه است چطوری بیایم این سه تا ای پی آی رو به هم وصل کنیم به یه مرتبط کنیم این رو بهتون یاد میدم و حتی یه کوچولو هم بهتون یاد میدم چطور با این ای, پی ای آب و هوا پیش بینی آب و هوا سر و کله بزنید باهاش کار کنید و چطور میتونید از اون استفاده کنید و بعد میایم اطلاعات رو توی دیتابیس میگیریم توی سی پنل ساخت جداول ساخت دیتابیس نوشتن فایل کانفیگ و از اینا و یکی از مطالبی که هست اون کامند نویسی هستش برای اون ربات تلگراممون که کامند نویسی باید به چه شکل باشه کامند ها اصلا چی هستن اینها رو مورد بررسی قرار و ورکشاپ دوم که ورکشاپ خیلی مهمی ازش من خیلی از توضیحات رو توی ورکشاپ دوم میدم ساخت ربات رزومه ساز هستش ما میخوایم یک رباتی بسازیم که رزومه سازی کنه البته من در پایان این آموزر اون خروجی رو چون میخوام به صورت پی دی اف دریافت کنم و پی دی اف بگیرم و مربوط نمیشد به این مسئله یعنی آموزش ربات تلگرام این قسمت رو نذاشتم ولی آپدیتش رو توی گیت گذاشتم و شما میتونید بعدا اون رو دریافت کنید و ببینید که چطور این کار انجام میشه یعنی هایی که جمع آوری کردیم اونها رو ببینیم خب ببینید اول از همه تو ورکشاپ دوم ما تشخیص بدیم که آقا داریم با یه فرد صحبت میکنیم به صورت پرایوت صحبت میکنیم یا داریم با یه گروه صحبت میکنیم مثلا ربات ما رو انداختن داخل گروه دارن باش صحبت میکنن اینا رو تفکیک میکنیم از گروه مثلا اگر نیاز نیست ربات ما با گروه صحبت کنه از گروه ها جدا میشیم یه وقتی هست که نه فقط ربات ما با تو گروه ها صحبت کنه پس این اون یکی دسته رو مثلا نیاز هست ایگنور کنیم اینها رو با هم دیگه تفکیک میکنیم یکی کاربرد ریجکس تو چت ها هستش وقتی یه وقتی از شما یه رباتی بسازید که مثلا در پاسخ ببخشید در جواب سلام شما یک جوابی بده که در خور سلام باشه این رو بهتون یاد چه چجوری میتونید اون رو بکشید بیرون با ریجکس اون رو بکشید بیرون یکی از مسائلی که داریم این هستش که چه مشکلاتی رو داریم با زبان فارسی تو ربات تلگرام اون رو بهتون یه توضیح کوتاه میدم که چه مشکلاتی داریم و بعد چه چیزهایی رو همیشه مد نظر داشته باشیم بعد یک مسئله که وجود داره حالا وقتی که بیاید وارد برنامه بشید و آموزش رو ببینید خیلی راحت میفهمید یه وقتی هستش یک API ای آی رو یک رباتی رو میسازید این ربات چجوری دستورها رو تفکیک کنه بفهمش هر ف... اون فرد داره راجه به چی صحبت میکنه به چی داره پاسخ یک کلیدی میسازیم این کلید معمای حل این مسئله است که ما هی کلید رو به روزستانی می‌کنیم میکنیم تا بفهمیم کاربر کجا هستش چی داره میگه و منظورش چی هستش بقیه موارد تنظیم حالا اون ربات هستش و ساخت جداول توی دیتابیس هستش چون این ربات ربات خیلی وسیع هستش یک جدول دیتابیس خیلی بزرگ داره البته من سعی نکردم بیام پیچیدش کنم یک جدول خیلی حالا بزرگ همه رو در یک جا قرار دادم یک توضیحات کوچیک هم دادم روش. که دیگه گیج نشید و موارد مهم موارد مهمی که وجود داره این هستش که چطور میتونیم با این لاین ها کار کنیم اون کیبورد هایی که میاد توی خود صفحه و توی صفحه کاربر میتونیم روش کلیک کنه چجوری میتونیم اصلا به اونها پاسخ بدیم بعد چجوری پاسخ دهی به اونها رو داشته باشیم این رو هم انجام میدیم با انسر کاربر کوئری هم آشنا میشیم بعد نحوه ارسال تصویر و فایل چجوری میتونیم یک فایل یا تصویر رو ارسال کنیم برای کاربر چجوری میتونیم اصلا تصویری که کاربر برای ما میفرسته رو دریافت کنیم چجوری تصویری رو که کاربر فرستاده به API ای آی تلگرام اون رو از API ای آی تلگرام دریافت کنیم بریزیم رو سرور خودمون وقتی لازم هستش که اون تصویر رو بگیرید باید اطلاعاتی رو از داخلش در بیرد. اون فایل رو بگیرید اطلاعاتی ازش در و اونها رو بدونید چه خبر و رو داره چیکار کنه این رو هم بهتون یاد میدیم در اینجا و اینکه نحوه شیوه تدریس ما چی هستش شیوه تدریس ما به صورت عملی همراه با مثال سورس کد دارم تحویلتون میدیم و سعی میکنیم با کوتاه کردن زمان ویدیوها یه جایی باسه استراحت رفتن اون اطلاعاتی که بهتون این اطلاعاتی که داریم میدیم باید توی ذهن جا بگیره یه استراحت مثلا کوتاه می‌کنیم، سری بر با ادامه مبحث سعی می‌کنم اول یک چند دقیقه تئوری توضیح بدیم بعد یک استاب داشته باشیم بریم و به صورت عملی اونها رو توضیح بدیم این هم تمام موضوعاتی بود که ما میخوایم توی این دوره یاد بگیریم و بفهمیم که این دوره قرار چه کاری رو برای ما انجام بده و چه چیزی از این دوره انتظار دارید ممنون که من رو تا اینجا همراهی کردید و امیدوارم که این دوره دوره خوبی براتون باشه و توی این دوره با تمام جزئیات ساخت ربات تلگرام آشنا باشید تا دیدار بعد همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم خدایا رو نگهدارتون